سلام درود بینندگان عزیز، اینک مصاحبه داشتیم خواهیم داشت با رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان جناب سید جعفر عثمانزاده. تشکر میکنیم از شما جناب آقای عثمانزاده که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید و حاضر شدید با سوالاتی از دو تیوی پاسخ دهید. خوش آمدید به برنامه گفتگو. اولین سوال ما این است که نظر شما درباره تغییرات کادری حکومت بعد از انتخابات رئیس جمهوری چی هست؟ آیا وزیرها همون وزیرهای حکومت قبلی بودند یا در حکومت نو تغییراتی هست و وزیرای نو نیز فعالیت دارند؟ مشخصا میتونید کوتاه در این سوال پاسخ بدید. کلا بهای شما چی است به این حکومت نو؟ آیا از عهده چالش هایی که در پیش رو دارد برخواهند آمد؟ تشکر برای سوالتون. کابین نوی حکومت یک چند کادرهای نوی هستند که در حکومت نبودند، یعنی از این وظیفه به این وظیفه نامدند. این شیرعلی کبیروف که وزیر صنعت و تکنولوژی نو شدند، دلیل جمعه وزیر انرژیتیکا شدند، خب سلیمان زیوزاده این وزیر کشاورزی شدند، خب خانم شیرین امینزاده وزیر مهنت شغل اولی و مطلوخون ساتوریون که جانشین سروازی شدن. اینو در کابینه حکومت نبودند. خب کادرهایی که انتخاب شدن یا که از یک وزارت یا که مثلا از دستگاه پریزیدنت جانشین رئیس دستگاه با کمیته سرمایه گذاری گذرانده شد، فکر میکنم همه کادرهایی که لایق هستند و مشاهده ها نشون میدهد، تحلیل ها نشون میدهد که مخصوصا وزیر صناعت و تکنولوژی نو شیرعلی کبیروف خیلی متخصصی و صلاحیتی صاحب استعداد است و بیش از همه او خودش تاجر بود و درد تاجر و مشکلات تاجر این سالها و استحصال کننده را میداند. من فکر میکنم که اکثریت این وزیرانی که منصبدارانی که تعیین شدن ارزنده هستند، فقط وقت نشون میدهد که شخصان اینا در این مشکلات هایی که ما روبرو داریم، خب صنعت کنونی با سرعت کشور است، این هم از کشاورزی وابسته است، هم از دیگر سوابق اقتصادی و زیر فعالیت زیر ساختار حکومت وابسته است. خب وقت لازم است که ما ببینیم اینا در چه سطح خودشان نشون میدهد. تشکر زیاد. آیا شما شناخت شخصی از این وزیران دارید؟ مثلا شیرعلی کبیروف برای مدت ها رئیسی تلکا بود که خب تلکا هم چندان کارنامه خوب ندارد و مفلس شد و درآمدی سابقش را ندارد، اما مثلا وزیر انرژیتیکا که رئیسی پامیر انرژی بود، مثلا اون میگن یک تحصیل کرده گاروار نیز هست و میگن خوب یک متخصص خوب است. در مورد بقیه وزیرها چندان معلوماتی وجود ندارد. شما آیا با این وزیرها شناخت دارید و چی نگاه دارید؟ شخصا چی شناخت دارید از این وزیرها؟ شخصا اگر در باره شیرعلی کبیروف حرف بزنیم، اون زوال الومینی توجیکی که بود، اونجا یک چند مشکلات دیگر وجود داشت که دلخواه راهبرم که میشد از اون زیاد کار کردن نمیتونست. یکم اووردن آنمون گلینازیون، یافتن او و اووردن او چقدر سرحدهای دیگر هم میگذرد، چقدر گمرکی ها میگذرد. بعد برق، اگر ما تمام نصف برق تاجیکستان رو به الومینی و زوال الومینی میدادیم و مردم نمیرسید، یعنی نرسیدن آنمون برق این یکی از سبب ها شد که همون زوال الومینی کارخانه الومینی تاجیک خوب در اون سطح معین فعالیت کرده نتوانست، لیکن در مجموعی زمان فعالیت میکرد، بسیار کارهای وی شکل کار دیگر کردن و عموما من شخصا با این شیرعلی کبیروف از دور آشنا بودم و به نزدیکی در پارلمان هم آمدن بر آمد کردن، سوال جوابای زیاد هم بودن، خیلی متخصصی با صلاحیت است و ما با یک چند کارخانه های صنعتی صحبت کردیم که از اومدن شیرعلی کبیروف چی انتظاری دارن. مثلا دو زوادی که ما صحبت کردم، اونو گفتن که یکونه وزیری هست که در مدت یک هفته وزیریش علاقه داخل کارخانه ما شد. خب اکثرات فعالان متخصصان را جمع کرد، گفت که فعالیت شما در سطح مثلا طلبات های امروزه عمومی جهانی نیست، محصولات های شما
و فعالیت من اداروی کارخانه سر کرده از نام حسابات بوغاتری که طلبات امروزه زمانوی دارد خوبجا خصوصیت های مخصوص خودش دارد و اینچنین دیگر مثلا رئیس کمیته سرمایه‌گذاری صادق قدیروف این قدرزاده سعدی سنگی مورد این کس پیشتر در وزارت رشد اقتصاد کار میکردن در سرمایه‌گذاری کار میکردن خب در دستگاه جلوی پریزیدنت کار میکردن خب دانشگاه ملی رو با دیپلم سرخ این کس تمام کرده گستن من از فعالیت یو خبر دارم که چگونه کار میکنن بسیار دست و دلی تازه دارد بسیار دست و دلی تازه مسئولیت و بطمان او مسئولیتی که او دارد در برای دلیل جمعه اگر حرف بزنیم خب دیگه ناشناخته معلوم است که شخصی که گر برده اگر که تمام کرد دیگه صلاحیت کاردانی او در سخت بین الملل است از اونجا هم تو دیپلم گرفتن ناممکن است در اونجا و البته مشکلات ها هست مشکلات های از نو کردن ساختار مناسبت این کار کنه خب مشکلات های اداروی و دیگر وجود دارد لیکن فکر میکنم که دلیل جمعه از عهده این کار میبراید تشکر زیاد در کشورهای دموکراتی و خصوصا غربی بعد از اینکه پرزیدنت تازه انتخاب می شود کابینه نو به پارلمان معرفی می شود و اونها در پارلمان رأی اعتماد می گیرند آیا در تاجیکستان نیز همچنین است یا اینکه نظر پارلمان چندان مهم نیست و نقطه جالب دیگری که در این روند بود اینکه وزیرها به رئیس جمهور قسم می خوردند و سر تعظیم می کردند این یکی از پدیده های نو بود که در سالهای گذشته مردم مشاهده نمی کردند. در تاجیکستان چگونه است بعد از اینکه کابینه نو چگونه معرف میکنند؟ آیا رأی اعتماد از پارلمان میگیرند یا اینکه وفاداری فقط برای جمهوریت میکنند؟ تمامی کابینه حکومت وزیرها در پارلمان قسم یاد میکنند. اونها هنگامی شروع کردن به وظیفه در پارلمان اونها اومده پرچم جمهوری تاجیکستان گذاشته میشود و اونها خوب قسم یاد میکنند. البته همه این بعدی این امورات چه پریزیدنت جریان میگیرد چون به رسمیت وقتی که آنمون وظیفه پریزیدنتی به رسمیت میدارد بعد این امورات چه همه اینو خوب چطوری گفتم در کنستیتوسیا در مثلا در پاولیش پرچم تاجیکستان میشود در حضور وکیلان قسم یاد میکنند و وکیلون هم خود را نو سوال کنن از نقشه هاشون از دیگر امکانیت هاشون و از اون که در نزدی پریزیدنت بونید پریزیدنت خودش کابینه را خودش انتخاب میکنن خب اونو با پارلمان پیشنهاد میکنن حکومت معیارهای خودش دارد نگاه خودش دارد و ساختارهای گوناگون نظارتی دارد تفتیشاتی دارد معلومات های زیادی دور به یک قدر جمع میشود اونو را تحلیل میکنن و در اساس اون مکانیزمی که دارن بعد به این بیان وظیفه تعیین میکنن ببینید هر یک حزبی که به سر قدرت می آید حقوق دارد از همون کادرهایی که در نگاه و چنک های او درست می آید از او انتخاب کند این حق دارد دیگر درست تشکر زیاد یعنی که وزیرهای تازه پیشنهاد شده به پارلمان اونا به قانون اساسی و پرچم در حضور وکیلان قسم یاد میکنن درست است؟ درست تشکر خب در مورد سیاست حکومت در برابر حق اعتراض شهروندان یعنی در تاجیکستان در چند وقت پیش در ناحیه خراسان یک سیل اومد که بعد مردم در اونجا تظاهرات کردند و ما شما شاهد وضعیت بودیم آیا این تظاهرات ها در تاجیکستان آزاد هستند و برای حکومت چگونه سیاست دارد در برابر چنین حالت ها در مورد حادثه های خراسان همین رو من گفتنی هستم که ببینید مردم دوری نو است ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار داریم ما جامعه دموکراتی رو ساخته ایستادیم ولی با کلر ما را نساختیم مردمی است که زندگی و رفتار گشتار است پورا صفر اسلام است مردمی است که خب در هنوز هم در چنک های کمونیستی دوره سوسیالیستی میگردند اکثر جوانوی هستند که با چنک های دموکراتی خود زندگی خود را یعنی به نظام بدارند اما مشکلات های دیگر هم هست که اون ارزش های دموکراتی را در کدام ساعت می دانند یعنی برخورد عقیده و فکر و اندیشه و حواس و ارزوها در یک جمعه هست که همون جمعه را ما آهسته آهسته می سوزیم البته
هر چیز در آغاز مشکلات و کمبود دارد و در پیش آمد هر یک مشکلات البته این یکی از ایندیکاتور اساسی این مردم است. اوی همین قانون ها، همین فعالیت حکومت در نزد مردم، خب اداره ساختارهایی که مربوط به خدمت رسانی مردم است، یعنی حل کردن مشکلات های مردم است، در کدام سطح است. مردم حق دارد و چطوری که گفتم مردمی دور نو است و این اعتراض هم یک چیزی نو بود، ولی باید به نظر بگیریم که همین اعتراض هم از طرف حکومت نه به طور یکون ودمیات میگن آب پاشی یا که یکون گاز های عشق ستیز یا که بگیم به یکون دوبیکا و دیگر یکون کس یکون کس نزد. اون ساختارهای دولتی حاضر شدن، صحبت کردن، خب مشکلات ها را اونجا نوشته گرفتن. البته مشکلات در برای سیل بود، ساختن خانه و دیگر چیزی بود که زیر ساختارهای حکومت نوای خراسان خب جدن مناسبت نکردن و مردم چون در بیرون موند به اعتراض برآمد. دیگر اون مشکل شما درک دارین، ولی دریافت یک مبلغ، جدا کردن مبلغ، کشوندن مسئله ساختمانی، یافتن همون نفرهایی که همون کار انجام میدهند، کارهای ساختمانی و کردن همون وقت میخواهد. برای همین یک مدتی که این حالت دوام کرد، حالت چی دوام کرد؟ مثلا اون راه مثلا یک چند شبونه روز محکم نبود، یک چند ساعتی که بود، ولی در این مدت ساختارهای دولتی همه در اونجا حضور شدن، با سپرش حکومت، شتاب در حکومت مثلا تعیین کردن، شتاب همون تمام مشکلات های مردم ها به نظر گرفت. اون مشکلات ها پر برطرف شدن و بعضی شخص هایی که در اونجا از این ازدحام استفاده برده میخواستن به دیگر کارهایی که دست بزنن، خب اونا را البته ساختارهای قدرتی نظامی داریم، امنیتی داریم، نظارتی تفتیشاتی داریم که اونا مشاهده کردن، خلاصه های خودشون را برآوردن و با اونا کار کردن. تقریبا یک ماه بیشتر مشاهده دیدیم که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات محمود آگینایف یک درخواست به شهردار دوشنبه استان ملی نوشت که اجازه تظاهرات طلب کرد، اما بعد از یک مدت او بازداشت شد با بهانه های دیگر و خیلی از مردم گفتن که او را به خاطر همین طلب تظاهرات در برابر کاخ جمهور بازداشت کردند و تا هنوز از سرنوشت او خبر نیست. ببینید اگر ممرو دودنف میخواست اعتراض کردن، خودش تنها بود یا که صدها نفر بود، خوب میومد پیش بینای ناحیه مثلا شهر ایسار یا اینکه به نزد حکومت به اونجا که لازم بدونیست و از اعلان کردن و هیچ کار نکردن من نمیفهمم. ببینید در اینجا یک چیزی البته یک چیز سر پیچیده است، سر پیچیده است. اون نامه داد، نامه رسمی داد و طلب اجازه کرد از شهرداری برای برگزار کردن تظاهرات. خیلی بود رسما میخواست تظاهرات برگزار کنند. ببینید در زمان نامه‌ای که او پیشنهاد کرد مثلا ما شنویدیم ولی ندیدیم، ولی نمیبینیم در این دنیا بدونیم در این درون چی مشکلات دیگر باز وجود دارد. همینجا بودنش ممکن است بعضی حالت ها. من محمود اودنایف رو پس زدنی نیستم. من نمیگویم که وای مثلا یک کار غیر قانونی کرده است یا که طلب کرده است، نه، اونم از یک فعالیت یک زیر ساختور در کجای یک ناروزی بود میخواست اعتراض کند یک چی کند. خب اگر چنین است فکر میکنم که اون اعتراض خودش اول در شبکه ها پهم میکرد، بعد در اونجا میبرد و همون اعتراض هم باید یک گروهی میبود که همون اعتراض اونا دستگیری کنند. اعتراض با کی میخواهد کنند؟ با همه آدم هایی که فوق العاده در اعتراض میویند. در دولت های خارجه هم میبینیم که صدها نفر مثلا در بعضی حالت ها اعتراض میکنند، ولی آدم های دوست روزن او باش دیگر پیدا میشوند، دکون ها رو میشکنند، آتش میزنند. ببینید دولت هست، دولت باید همه طرف ها خودش محافظت کنند، چون صورت اورام و دوش یک حکومیت هست، ولی در این دفعه انامون ترتیبی گرفتن انامون اعتراض رو حقوقدان هست، اونجا رحمتالله ظریف هست که خیلی حقوقدانی مثلا بسیاریت هست، باید در یک ترتیبی معین دیگر با در نظر داشتی مشکلات های اداروی امروزه ما، با مشکلات های سطحی فرهنگی مردم اوید اشتراک کردن در اعتراض ها باید رو ترتیب میداد. یعنی در جمعه ما کردن اعتراض برای مردم چی ناآشنا است، در نظر مردم چنان میتواند که سال 92 میشود جنگ میشود، دیگر
دیگه همه کمون میگیرن همه را غارت میکنن. برای همین خوب اعتراض میکرد، مثلا در نگاه من بگذار میکرد، بگذار میبرم، ولی اون مشکلات هایی که به اعتراض و پیشنهاد میکرد پیشتر خوب میشد که در شبکه ها به طور رسمی پیشنهاد میکرد، چون شبکه دیگه اجازت ندارن، نه یوتیوب و فیسبوک و دیگرش میتونیست از اینا استفاده کنن و بعد اون حجت مثلا به طور رسمی و دیگر خوب پیشنهاد میکرد. من نمیدونم در کجای سهو است، در کجای کمبود است، چون که من این مثلا مواتوی این مسئله در دست من هم نیست، من در پهلوی اونم نبودم، ولی من فکر میکنم که هنوز هم قوه‌هایی که میخوان اعتراض کنن و یک کمبود به حکومت پیشنهاد کنن، انمون صلاحیتی پیشنهاد اعتراض، طرزی همون تشکیل همون هم خوب یک هنر دیگر میخواهد. برنامه حزب شما در سال‌های آینده چی هست؟ یعنی به عنوان یک حزب مخالف و حزب دموکرات برای گسترش ارزش‌های دموکراتی، آزادی بیان، آزادی دین، چی تلاش‌های خواهید کرد؟ تاجیکستان از طرف سازمان بین المللی در بهانه یک کشوری که در اون آزادی‌های بیان و آزادی‌های دینی رعایت نمی‌شود، در مورد انتقاد قرار می‌گیرد و حزب شما برای گسترش این ارزش‌ها چه فعالیت‌ها انجام خواهد داد در سال‌های آینده؟ خب میخوام گپ از اینجا سر کنم که وقتی که حزب دموکرات 30 ژانویه 2013 از نو به قید گرفته شد با آمدن سجنو، ما 1441 اعضا داشتیم. خب امروز ما 56750 نفر اعضا داریم، 56750، زیاده از 10000 نفر خب جوانان اکثریت هستند که میخوان به حزب دموکرات شامل شوند، یعنی عریضه های آنها برای بررسی آماده است. ما نقشه داریم که در اساس آیین‌نامه و برنامه خود اولین که فعالیت کنیم و در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حق و حقوق همه اعضایان و تمام مردم تاجیکستان که یک طبقه و کسی که به ما به مسئلت ما نیاز دارد یا که از ما چیزی کمک میخواهد و عموما دیگر طبقه های جامعه که در تاجیکستان زندگی و کار فعالیت میکند، خوب کوشش به خرج میدیم که اون مردم از حق و حقوق کنستیتوسیونی خود برخوردار باشد، استفاده کند، زندگی کند، در همون جامعه دموکراتیک که مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. البته هر حزب برنامه خودش دارد و در مقابل حزب وقتی که دیگر حزب های دیگر هم فعالیت میکنند علاکن رقابت است. خب برای همین اون یک قسمی بود که مثلا ما گفتیم که با جوانان و دیگر کشورهای جامعه کار کردن و این چون در پارلمان با استفاده از منبر بعضی ساختارهای حکومت با پیشنهاد و دیگر مثلا همکاری ها، خب میخواییم که الان همین حزب دموکرات در مشکلات های مردم وارد شود و برای هر حل هر یک کدام اون تو قدر که امکان دارد حصه‌گذار باشد. خب در طول این 7 سال اخیر از استفاده از پارلمان، از منبر پارلمان، از وکالتی وکیلی ما توانستیم که خب چندین هزار آدم، من میتوانم که شد روشن بگویم با باوری که چندین هزار آدم که یکی با مشکلی های خورد، یکی با مشکلی های کلان، یکی عرضه های دسته جمع آنه که میتونستن یک ساختار شکایت داشتن که اون ساختار خب با ما فشار دارد، خب مردم کار کردن میتواند، ما توانستیم با واسطه این وکالت های وکیلی خب برنامه ساختار را تاثیر آوردیم، حتی بعضی را با چنون مثلا حالت های آوردیم که اونا را دیگه حکومت خودش از کار سبکتوش کرد. حالا سوال همین است، خاطرات شما از سال 2020 چگونه هست و سال 2021 را چگونه میخواهید ببینید؟ چی آرزو دارید در سال 2021؟ خاطرات همین است که در سال 2020 البته این حادثه در خاطر همه مردم تاجیکستان ابدی میماند. این کسل پاندمی کووید 19 است که یک مشکلات زیادی را و تمام خواجگی خلق اصلا به خاندان هر یک مردم تاجیکستان وارد کرد. قریب اکثریت مردم بیمار شدند از این بیمار و خوشبختانه ما دیدیم که ما تا
طبیبان داریم که نوابسته از آن که میدونن که با مرگ امون دست بگیره بانن از امون جایهای کار نگریختن. اکثریت آنها بودن نفرهای بودن که دیپلم داشتن، اعلی خوانده بودن، شهروند جمهوری تاجیکستان در صحبت ها بسیار مثلا یک قلی روسو میگن گمان است، میخیلی یک چیزی بلنده نشان میدادن، لیکن چون انمی مشکلات اومد اونو از کار گریختن. ولی این مردم تاجیکستان در یک جایگی توانیست همین یک بلای عصر رو خوب پسی سر کند تو یک حده. البته امروز بیماری کم و بیش هست ولی نه چندان صورتی که پیشتر بود، مثلا در اول سال بود. ولی این بسیار اظهارات زیاده به مردم تاجیکستان رسانید، به خواجگی خلق جمهوری رسانید، به مهاجران مهنتی که در خارج کشور کار میکردن آمده نتوانستند، اونا مبلغ های کافی به خاندان روان نکردن، مشکلات های زیاده در سر مردم بار شد. ولی خوشبختانه هنوز هم یک ساختار بود، یک دولتی بود که حقوق خونه رو در یک دایره محافظت کرد، در یک دایره ترتیبات دولتداری رعایت شد، در یک مثلا دایره مردم توانست مثلا بنامون یک بی‌ترتیبی کلان راه ندهد. چون که ما دیدیم در دوره پاندمیه خوب انمین 99% تمام استثمار در دست مردم از تاجر است، همون تاجر خودش یک دارویی که مثلا 30 سومان بود همون تا 700 سومان تا 1000 سومان نرخ‌گذاری کرد، ولی با همون فیشنگ حکومت به همون مثلا زورش رسید، یا که دیگر محصولات های بازار بود. ببینید من کسی را رکلام کردنی نیستم، فقط همین را گفتنی هستم که در همه حالت برای هر یک ملت یک دولت یک حکومت در کار است که مردم در سطح معین اداره کنند. ما به حکومت را دیدیم در دوره سال 91 92 تا 90 مثلا 91 تا 95 به حکومت را دیدیم، و بعد یک عالم به من گفته بود که انا همین بی سر سامانی معنی اون است که میگویند بدترین حکومت از بی حاکمیتی خوبتر است. ولی ببینید اینمین حادثه بسیار خاطر نشان در من بود، برای تمام مردم تاجیکستان، بسیار رفیقون نزدیکی ما از دنیا چشم پوشیدم گذشتم، خب خدا هم رحمت و مغفرت کند، بسیار عالمان گذشتم، بسیار طبیبان از دنیا گذشتم، و اینمین یک سنجش بود برای یک ملت، برای همه البته دولت و تاثیر رسون، ولی برای ملت و دولت ما یک سنجش بود برای همدستی، هماهنگی و یک دل و یک دست شدن. برای همین نو بسته از این مشکلات ها فردا و دیگر روز البته باز حکومت فعالیت میکند، مردم کارو بار دارد، باز مشکلات ها پیدا میشود، ما باز ایرات های زیادی خواهیم گرفت، ولی فکر میکنم که اکنون سال 2020 برای ما یک درس داد که ما در بعضی حالات ها تیار نبودیم. اکنون میدونیم که انمون ساختار طبی و انمون متخصصانی که میتونن به این مشکلات ها مبارزه ببرن، این مشکلات ها رو باید ما تیار کنیم و در این حالات ها آماده باشیم، چون که یک دنیای نو است، امروز یک دنیای نو است، ما در این دنیا وارد شدیم، اکنون و این باید که در همه حالت باید مطابق شد و تیار باشید. خب در سال 2021 چی آرزو دارد؟ چی گونه میخواید ببینید این سال رو؟ سال 2021 البته با خونکه های سرد ترین سر میشود، مفقی بسیار پیشگوی های حبوسان چون میگن که بسیار خونکه های سرد میشود، و آرزو دارم که مردم تاجیکستان همیشه همدل و یک دست باشند. مشکلات در همه دنیا هست، مشکلات رو فقط مردمی همون دولت به فایده خودش حل میکنن. و در این سال 2021 ما در شورای سیاسی نیز هدف و هوس و ارزوهای خودمون پیشنهاد کردیم به زیر ساختارهای حزب دموکرات که ما بیشتر فعال باشیم، اعضایان بیشتر رو جلب کنیم، در حیات اجتماعی سیاسی کشور بیشتر اشتراک کنیم، در انتخابات های میانه دوری برای گرفتن کرسی‌ها
بیشتر حتی در سطح جماعت و شهرنوایی فعال باشیم، کرسی ها را بگیریم و در اونجا انمون منبر استفاده برده حق و حقوقی مردم کشور را در یک سطح حمایت کنیم. چونکه امین برای اداره دولت مکانیزمی خوبترین این وجود داشتن حزب‌های سیاسی است که طبقه‌های گوناگون جامعه را معرفی میکنند. خب از اون امکانی که ما داریم میخواهیم هم از اون حزب زیاد شود، هم حق و حقوق منفعت مردم بیشتر حمایت شود و بیش از همه آنمون یک مشکلات دوری که ما داریم مسئله با کار تامین کردن اهالی در اینجا با حسابگذار باشیم، از جمله با مردم دهات، از جمله مخصوصا با جوان دختران که اساس اویله، اساس هر یک دولت این یک اویله است، ولی همین اویله هر یک اویله سر میشد از یک جوان دختره که به شوهر میبرد و او در آینده در زندگی چیکار میکند، با چی روبرو میشود، او چقدر تیار است به همین قدر مشکلاتی که در روبرو است. و یکی از هدفهای اساسی ما همین بلند برداشتن رول و موقع و امکانیت های جوان دختران که نو به زندگی شروع میکنند. خب تشکر زیاد آقای سید جعفر عثمانزاده، تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما قرار دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. برای شما سال خوش آرزو داریم و در کارهایتان برای موفقیت ها آرزو مندیم. تشکر زیاد. تشکر به همه بینندگان. سال 2021 سال پربرار باشد، با فیض باشد، مشکلات های اونها آسانتر باشد، زندگیش خوبتر و آسان شود و خواهان آنم که فیض و برکت و تمام خوبی های روزگار آنچه که حوث دارن در خانه اونها در نزدیک اونها سرشار باشد. در این ردیف گفتنی هستم که همه مردم شریف تاجیکستان رو، همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، تاجیکان دنیا را و اون کسی که ما را میشنود و مخلص است یا که هوادار است و یا که میشنود با سال 2021 تبریک و مبارکباد میکنیم.